محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار با ما هستند از واشنگتن. کم نیستن آقای سازگارا مدارک، شواهد، مستندات، تصاویری که نشون میده که حکومت شدیدترین برخوردها رو با مخالفان حجاب اجباری داره در خیابانها و در حتی محیطهای شخصی افراد در داخل ایران. اما الان سخنگوی شورای نگهبان میگه هیچ کس رو نمیتوان به بهانه حجاب از حق رأی محروم کرد. چرا زمان انتخابات که میشه حکومت در مقابل مخالفانش تغییر رویه میده؟ بله، زمان انتخابات همیشه مثل که مردم عزیز میشن. اولا باید گفت که این برخوردهای حکومت منتج به نتیجه براش نشده و مقاومت مدنی جانانه زنان و دختران شجاع ایران پیروز شده و حکومت نمایش های سرکوب هم که میده حرفی ازش نمیبنده. ثانیا باید از این سخنگو پرسید که ساده ترین حقوق طبیعی و حقوق انسانی در دموکراسی ها وقتی حق انتخاب کردن هست، حق انتخاب شدن هم هست. این دو با هم وصله. باید پرسید که زنان بی حجاب حق دارن برن رأی بدن؟ آیا حق دارن انتخاب هم بشن؟ میتونن کاندیدا هم بشن؟ مردم میتونن بهشون رأی بدن؟ و کثیر دیگری از آحاد جامعه که اینها از حق انتخاب شدن محروم هستند، اونم با همین مکانیزم شورای نگهبان که حتی خودی های حکومت رو هم رد میکنه، چه برسه بسیاری نخبگان جامعه ما که صلاحیت اصلی رو برای نمایندگان مردم دارن. به صورت در دوره انتخابات ها یادشون میفته بیان سراغ مردم و مردم عزیز بشن. معمولا هم مردم میدونن تلویزیون یه خود دوز سرگرمیش بالا میره، تحقیری ها رو کمتر میکنن. آقای خامنه ای هم که یه بار اصلا اومد گفتش که اونی که حتی جمهوری اسلامی رو قبول ندارم بیاد رأی بده، ولی بعدش که میشه یادشون میده دوباره داغ و درفش و زندان و سر. به صحبت های علم الهدا هم بپرزیم. آقای سازگارا، خواستار توجیه کردن ورزشکاران و هنرمندان شده درباره انتخابات. با توجه به آنچه که دیدیم در میان هنرمندان و ورزشکاران در همراهی با خیزش مهسا در یک سال گذشته، فکر کنید واکنششون چی باشه در مقابل این درخواست حکومت؟ خب ما دیدیم در انقلاب زن زندگی آزادی انصافاً هنرمندان از اهل موسیقی، فرهنگ، شعر و سینما به خصوص پیشتازان مبارزه شدند، ورزشکاران و انصافاً خیلی هاشون سنگ تمام گذاشتند، زندان رو هم به جان خریدند، سرکوب رو هم به جان خریدند، ولی پشت مردم ایستادند. فکر میکنم آقای علم‌الهدا یک اصل ساده رو نمیدونه که مدت هاست هر کدوم از این سلبریتی ها در هر رشته ای اگر سمت مردم بیسته، مردم عزیز میدارن، روی سرشون میگذارن، ولی به محض اینکه سمت حکومت میره و چیزی از حکومت رو میخواد ارائه کنه از چشم مردم میفته، ولو عزیزترین هنرمند باشه. دیدیم که علارغم علاقه ای که کثیری از مردم مثلا تیم ملی فوتبال دارن، حتی این جوانان تیم ملی فوتبال رو هم بهشون تنبیهشون کردن مردم در مسابقات جام جهانی و گفتن که وقتی با مردم نباشی حتی از شکستت خوشحالی میکنی. بنابراین فکر کنم آقای علم‌الهدا گفت خوش وردی تو از بر کرده لیک سوراخ دعا گم کرده، اصل اساسی رو از یاد برده و اون است که بیش از 90% مردم الان ضد حکومت و دلشون بخواد که این حکومت به هر شکل عوض بشه و تغییر کنه. سپاسگزارم آقای سازگارا، محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما بودن. ممنون از دعوت.